Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala Rasulillah Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ba salam khidmati shuma azizan bininde. Shahide barname adab zindagi hastid. Ahadees Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qissa ha va dastan hayi ke dar zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam va dar mahzar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittefaq miftad rukh midad va Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raftarha va aksul amalhay khassi ke ba un hawadis که در محضر ایشون رخ میداد رو خدمت شما عزیزان تقدیم خواهیم کرد تا اینکه در واقع دستورالعمل زندگی رو از رسول الله یاد بگیریم و به خصوص مطالعه این حدیث به انسان مؤمن و مسلمان این رو ثابت میکنه که این حدیث از جانب الله و رسول الله صلی الله علیه و سلم پیامی از جانب الله داشتن ریز و درشتی یک انسان حالت یک انسان رو مد نظر قرار داده و برای اون آداب و شؤونی در نظر گرفته که هیچ انسانی با این آداب و شؤون زندگی خودش رو سپری نمی‌کنه مگر اینکه به سعادت و خوشبختی میرسه مواردی که با هم دیگه خواهیم دید و نشون میده که این اسلام آمده برای اینکه انسان‌ها را بسازه و برای در واقع برای سازندگی اومده مبحثی که امروز آغاز خواهیم کرد بحث برادری است برادری که رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه و سلم در ابتدای هجرت از مکه به مدینه بین یک فرد مکی و یک فرد مدنی از اون جایی که اهل مکه دار ندار خانه و کاشانه ثروت دارایی خود زن و فرزند و پدر و مادر و بالاخره بستگانی که اونجا اگر مسلمان نشده بودن رها کرده بودند و آمده بودن مدینه دست خالی خالی تک و تنها آمده بودن رسول الله صلی الله علیه و سلم شرایط عاطفی اونها رو در نظر گرفت و با یکی از اهالی مدینه پیوند اخوت با اونها برقرار کرد و شخص مدنی اهل مدینه می آمد و اموال خود رو نصف می کرد حتی پیش می آمد گاهن اگر یک شخص دو همسر داشت یکی از همسران زنان خود رو طلاق می داد تا اینکه اون برادر مکیش با او ازدواج کنه اموال خود زمین خود را بدون هیچ چشم داشتی بدون هیچ مقابلی و در واقع چشم داشته مادی زمین خود را واگذار می کرد به اون برادر مکی خود الگو و نمونه در واقع اوج رابطه صمیمیت و برادری که در طول تاریخ بشر میتونیم بگیم انسان و بشریت این پیوند برادری رو به چشم ندیده به هر صورت این اتفاق در ابتدای اسلام رخ داد و رسول الله صلی الله علیه و سلم نهایتا پیوند برادری رو ملغا اعلام کردن بعد از این که اهالی مکه استقرار یافتن و به هر صورت کار کسبه پیدا کردن و این قضیه استقرار یافت این بحث اخوت ملغا شد اما حکمش در واقع اگر کسی شرایط اهل مکه داشته باشه حکمش کماکان باقی است اگر شخصی مسلم اسلام آورد اگر شخصی از دیار و سرزمین خود هجرت کرد و به جای دیگری شتافت و زمینی در واقع استقرار در شهر جدیدی که به اون هجرت کرده بود و هجرتش به خاطر اسلام بوده در واقع به خاطر دین خدا بوده به خاطر این بوده که دینش رو بتونه حفظ بکنه خب شرایط پیوند اخوت برقرار هست و بایستی مسلمانان شرایط او رو در نظر بگیرند حدیثی که انس ابن مالک ذکر میکنه میفرماید که رسول الله صلی الله علیه و سلم متن عربی رو میخونم عن انس ابن مالک رضی الله عنه قال حالف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين قريش والأنصار في دار التي بالمدينة أنس بن مالك رضي الله عنه فرميت كي رسول الله صلى الله عليه وسلم پیوند برادری برقرار کرد بین قریش و انصار در خانه من که در مدینه بود خب انس ابن مالک از اهالی مدینه بودند و در منزل ایشون رسول الله صلی الله علیه و سلم پیوند برادری بین قریش که اهالی مکه باشند و بین انصار که اهالی مدینه باشند پیوند برادری برقرار کرد حدیث بعد رو در این باب شبیه به همین میخونیم که حدیث عمر ابن شعیب از پدرش از پدر بزرگش این حدیث رو نقل کرده آورده است قصه را به این صورت قصه ای از
عهد فتح مکه در واقع نقل میکنه عمرو بن شعیب. با هم دیگه این قصه رو میخونیم. عن امر ابن شعيب عن أبيه عن جده قال جلس النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح على درج الكعبة فحمد الله وأثنى عليه ثم قال من كان له حلف في الجاهلية لم يزد في الإسلام إلا شدة ولا هجرة بعد الفتح. رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد از این که مکه فتح شد بر اون پله هایی که به سمت کعبه منتهی می شد نشستند و بعد از حمد و ثنای خداوند، عادت رسول الله صلی الله علیه و آله همیشه این بود که شروع بیاناتش با حمد و ثنای خدا بود، الحمدلله و الصلاة و السلام علی رسول الله، ثنای الله می کرد، تعریف و تمجید الله می کرد. سپس رسول الله فرمودند هر کسی که پیمانی در اسلام در جاهلیت داشته، قبل از اسلامش پیمان داشته، عهد با کسی بسته بوده، اسلامش بایستی وفایش به عهد سابقش شدت ببخشه. یعنی این اسلامش سبب نشه که بگه عهد سابقش رو ملغا کنه. حتی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قبل از بعثت در پیمانی به نام حلف الفضول شرکت داشتند. این محتوا و مفاد این پیمان به این صورت بود که اگر در مکه به کسی ظلم شد، حاجی یا معتمری که از بیرون از مکه، چون اهل مکه حج و عمره انجام میدادند، یعنی قبل از اسلام هم حج و عمره وجود داشت، سعی و طواف و اینها وجود داشت، خب اونجا کافی بود که شخص حاج و معتمر غریبه ای که بهش ظلم میشد در مکه دست بالا می برد و صدا می زد، حلف الفضول رو صدا می زد، بلافاصله اون گروه حلف الفضول به یاریش می شتافتند. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود لو دعیت فی الاسلام الى مثله لاجبت، اگر من در اسلام باز هم همون پیمان از من کسی یاری بخواد، من به یاریش می شتابم. یعنی رسول الله صلی الله علیه و سلم پیمان سابق رو فراموش نمی کرد. با اسلام سبب نمیشه که پیمان ها و قراردادهای سابق ملغا بشه. به این خاطر رسول الله فرمودند که اسلام قراردادهای سابق رو از بین نبرده. قراردادهای سابق زمانی که شروط اسلامی درش رعایت شده باشه و مغایر با شروط اسلامی نباشه، اون قرارداد با سر جای خودش برقرار است. فرمودند لا هجرت بعد الفتح، دیگه بعد از فتح مکه دیگه هجرت به مدینه، اون حکم هجرت ملغا شد. خب طبیعی بود که مکه دیگه دارالاسلام شد و اون بلکه ام القرای جهان اسلام شد در اون وقت دیگه. و خب قبل از اون مسلمانان از مکه به مدینه به علت اینکه مکه دارالکفر بود هجرت میکردن. اما بعد از اینکه مکه فتح شد، مکه سرزمین اسلام میشه و دیگه هجرت معنا و مفهومی از مکه به مدینه نداشت. البته هجرت هنوز باقی است، البته نه از مکه به مدینه، از سرزمین کفر به سرزمین اسلام. اگر شخص در یک سرزمین کفری زندگی میکنه که محدودیت داره در اجرای عبادت خودش، در برقراری شعائر الهی، خب این شخص موظف واجب هجرت کنه، به سرزمینی بره که بتونه خدا را عبادت کنه، بتونه شعائر الهی رو اجرا کنه. و اگر هجرت نکنه گناهکاره. اگر شخص در یک سرزمینی زندگی کنه که در اون سرزمین نتونه الله را عبادت کنه گناهکاره. الله روز قیامت میفرماید، در سوره نساء است، ان الذين توفاهم الملائكه ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض قالوا الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها، آیا زمین خدا گسترده نبود؟ آیا زمین خدا واسع نبود، وسیع نبود که شما هجرت کنید و برید الله را عبادت کنید؟ به همین خاطر شایسته است انسان مؤمن و مسلمان اگر در سرزمینی کفر یا در سرزمینی زندگی میکنه که به علت شرایط دیکتاتوری که از سوی حاکمان اون سرزمین بر افراد اون جامعه اعمال میشه، نتونه عبادت الله رو انجام بده، نتونه توحید الله رو انجام بده، نتونه شعائر الهی رو برقرار کنه،
موظف هجرت کنه، به سرزمینی بشه تابت که بتونه الله رو عبادت کنه. خب حدیث دیگر یا مبحث دیگری امام بخاری رحمت الله علیه آغاز میکنه که با این وضعیت میتونیم بگیم وارد یک مبحث کاملا جدید میشیم. بحث هجرت به نحوی به پایان رسید. بحث این رسید که حدیثی در واقع آغاز میکنیم، برکت در حیوانات اهلی که وجود داره. رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه و سلم توصیه میکردن به اموال حلال، توصیه میکردن به کار کسب، توصیه میکردن به سازندگی، توصیه میکردن به صنعت، توصیه میکردن به اینکه انسان فرد مفیدی برای جامعه خودش باشه، سربار جامعه نباشه، مصرف کننده همیشه نباشه، انسان تولید کنندهی باشه و بتونه در جامعه برای جامعه خودش مفید باشه. انواع حیواناتی که به هر صورت انسان در پیرامون انسان وجود داره و انسان ازش بهره میبره، خب مانند گاو، گوسفند، شتر، اسب، رسول الله صلی الله علیه و سلم در ویژگی های اینها و برکت هایی که در هر کدوم از این حیوانات وجود داشت رسول الله بیان میفرماید. میفرماید که خداوند در اسب برکت قرار داده تا روز قیامت، در گوسفند برکت قرار داده، در شتر همینطور، و همه این حیوانات رو معرفی میکنه. هدف از این معرفی این حیوانات و برکت هایی که این حیوانات داره اینه که انسان مؤمن و مسلمان شروع کنه به سازندگی، شروع کنه به این که انسانهای مفیدی باشه برای خود و جامعه خود. بحث ان الغنم برکه، گوسفند برکت هست. من حدیثی رو خدمت شما جان ارائه خواهم داد که در واقع قصه ای هست از حمید ابن مالک ابن خثیم، حمید ابن مالک ابن خثیم که میگه من با ابو هریره در یک سرزمین نشسته بودم. من متن عربیش رو میخونم و ترجمه خواهم کرد. ان حمید ابن مالک ابن خثیم انه قال كنت جالسا مع ابي هريره بارضه بالعقيق فاتاه قوم من اهل المدينه على دواب فنزلوا قال حميد فقال ابو هريره رضي الله عنه اذهب الى امي وقل لها ان ابنك يقرئك السلام ويقول أطعمينا شيئا. قال فوضعت ثلاثة أقراص من شعير وشيئا من زيت وملح في صحفة فوضعتها على رأسي فحملتها إليهم، فلما وضعته بين أيديهم كبر أبو هريرة رضي الله عنه وقال الحمد لله الذي أشبعنا من الخبز بعد أن لم يكن طعامنا إلا الأسودان التمر والماء، فلم يصب القوم من الطعام شيئا. فلما انصرفوا قال يا ابن أخي أحسن إلى غنمك وامسح الرغام عنها وأطب مراحها وصل في ناحيتها فإنها من دواب الجنة، والذي نفسي بيده لا يوشك أن يأتي على الناس زمان تكون ثلة من الغنم احب الی الى صاحبها من دار مروان. حدیث طولانی است و قصه طولانی است که در مجموع این حدیث و این قصه نشون میده ابو هریره رضی الله عنه تاکید میکنه به نگهداری و همچنین در واقع سرمایه‌گذاری در گوسفندان. به این صورت قصه است که حمید بن مالک میگه من با ابو هریره در سرزمین عقیق، یکی از نام زمین منطقه‌ای بود از زمین هایی که ابو هریره مالک اون بود، میگه اینجا نشسته بودیم و قومی از اهل مدینه با سواره اومدن وارد شدن بر ما، و میگه ابو هریره به من گفت که ای حمید برو نزد مادرم و سلام مادرم را برسون و بگو غذای چیزی که در اختیار داری رو برای ما آماده کن و بفرست، که مادرش میگه که نان جو و روغن و نمک برای ایشون فرستاد، در سینی فرستاد، می من این سینی رو بر سرم گذاشتم و آوردم. ابو هریره که دید تکبیر گفت و گفت که خدا را شکر که ما را از نان سیر کرد بعد از این که غذای ما دو اسودان، در واقع دو سیاه بود، تعبیری بود که برای آب و غذا به کار می بردن، الاسودان، در حالی که آب سیاه نیست اما تعبیر غالب، در واقع چون خرما غذای اصلی بود و حالا
این به عنوان اسودان به عنوان ضرب المثل به کار میرفت بین عرب ها و هنوز هم به کار میره. میگه که خب اون جماعتی که آمده بودن، مهمانی که از مدینه آمده بودن، غذا رو نخوردن. حالا به هر صورت غذایی که مادر ابو هریره میگه فرستاد نخوردن. زمانی که منصرف شدن میگه به من گفت که ای برادرزادم، حمید میگه به من گفت که ای برادرزادم برو و به گوسفندانت نیکی بکن، به اونها توجه بکن، غذای اونها رو غذا بهشون بده، به اونها توجه بکن و در نماز هم در گوشه ای از اون بر صورت حالا طویله ای که گوسفندان وجود داشتن در اون گوشه هم نماز هم بخون. البته چون فضولات حیوانات حلال گوش نجس نیست طبق قول غالب بعضی از فقها، که البته بعضی از فقها فضولات همه حیوانات رو نجس میدونن، اما ابو هریره فضولات حیوانات حلال گوش رو نجس نمیدونست. به همین خاطر گفت که اشکالی نداره اگر در همون بخش از طویل هم نماز بخون. فإنها من دواب الجنة، زیرا گوسفندان از حیوانات بهشت هستند و به خدا قسم من از اون روز میترسم یا اون روز رو میبینم که در واقع زمانی برسه که گوسفند بهترین نوع ملک و دارایی باشه که یک انسان خواهد داشت. دوستان اشاره میکنم وقت ما پایان رسید، تا قسمت دیگر الله یار نگهدارتون.